به شما شنوندگان عزیز. شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید. در این قسمت برنامه کلیسا و شما پخش خواهد شد. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. سلام بر شما فرزندان خدا، سلام بر شما ایمانداران به عیسی خداوند که آماده هستید او را در این لحظه پرستش و تمجید کنید. کلام خدا می فرماید: ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. جلال و قوت را برای خداوند توصیف نمایید. خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید. خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید. خدای پدر از فرزندانش میخواد که او را توصیف و تمجید کنند. در حقیقت پرستش خدا همینه، یعنی ذکر شخصیت و صفات و اعمال او، یا به زبان دیگه توصیف وی. پس بیایید ما هم که فرزندان خدا هستیم با شنیدن یک سرود پرستشی در این تمجید با هم متحد بشیم. بهترین عالی ترین مأوای من، ای راه من، ای هادی و خدای من، تو نیکویی، توی تنها راه نجاتم عیسی، تو نیکویی، توی تنها راه نجاتم عیسی، تو روشنی بخش راه تاریک من، تو نور راه بحر جان کور و گمراه، امید من تنها توی، ای مظهر مهر و وفا، امید من تنها توی، ای مظهر مهر و وفا، دوستت دارم ای بهترین مرجای من، نیکوترین، دوستت دارم ای بهترین مرجای من، نیکوترین. Thank you.
ای بهترین، ای مالک هستی من، مسکن گزینم نزد تو خدای من. تو نیکویی، توی تنها راه حیاتم ای عیسی. تو نیکویی، توی تنها راه حیاتم ای عیسی. روزم توی، آغازم توی، شوقم توی، آرام جان خسته ام همدرد خانم. دارم حیات از رفعت و از رحمت تو ای عیسی. دارم حیات از رفعت و از رحمت تو ای عیسی. دوست دارم ای بهترین، مرجای من نیکوترین. دوست دارم ای بهترین، مرجای من نیکوترین. دوست دارم ای بهترین، مرجای من نیکوترین. بسیاری از مردم معتقدند که رهایی از عادات ناپسند امری محاله، ولی نزد عیسی همه چیز ممکنه. او شکست شما رو به پیروزی تبدیل میکنه. برای اینکه بدونید مسیح چگونه این کار انجام میده، لطفاً به اولین پیغام برنامه امروز با دقت توجه کنید. این پیام با عنوان غلبه بر عادات ناپسند از سمیتی پیت و با صدای همکارم هامیست. بیایید با هم بشنویم. غلبه بر عادات ناپسند. هر فردی عادات خوب و بدی را در زندگی خود پرورش می‌دهد. ولی عبارت این فقط یک عادت زشت است، اغلب به عنوان سرپوشی برای گناهان مکرر استفاده می‌شود. در واقع شیطان از عادت بد در زندگی‌های ما به عنوان قلعه‌ای برای خود استفاده می‌کند و در نتیجه می‌تواند ما را از پیروزی که مسیح 2000 سال پیش برای ما فراهم کرده است دور نگاه دارد. عادت ناپسند وضعیت فیزیکی است که برای ما مضر و برای خدا ناخوشایند است و اغلب از دوران کودکی در ما ایجاد می‌شود. چگونه این عادات وارد زندگی‌های ما می‌گردد و چگونه می‌توان از آن رهایی یافت؟ ابتدا باید بدانیم که هر عادتی ناپسند نیست. اغلب دارای عادات خوبی هستیم که برای عملکرد طبیعی ما لازم هستند. غذا خوردن منظم و متداوم ما هم عادت خوبی است و هم جزی از اعمال طبیعی ما محسوب می‌گردد. ولی خوردن وسواسگونه عادت بدی است و در نهایت مخرب است. افراط کردن در عملی که در شرایط طبیعی خوب و مفید است ممکن است عادت بد محسوب شود. برخی گمان می‌برند که با قدرت اراده می‌توان بر عادات ناپسند غالب آمد. درست است که بعضی از مردم اراده‌ای پولادین دارند، اما هرگز کسی را ندیدم که توانایی غلبه بر تمام رفتار ناپسندش را داشته باشد. تنها انسانی که با این گونه توانایی قدم بر کره زمین نهاده است، عیسی است. کلید پیروزی بر تمام عادات زشت در دست‌های اوست. تنها عیسی می‌تواند ما را از عادات ناپسندی که اسیرمان ساخته نجات دهد. هنگامی که مجرد بوده در دانشگاه تحصیل می‌کردم، دختر زیبایی را دیدم که کوشش می‌کرد به عنوان نماینده دانشجویان سال اول انتخاب شود. او از ایالت تگزاس بود و به همین دلیل او را تکس صدا می زدند. شخصیت درونی او مانند ظاهرش زیبا بود، ولی یک عادت ناپسند داشت. او همیشه سیگار می کشید.
از دوران دبیرستان این عادت جزو یکی از کارهای روزانه اش شده بود و می دانست که این در نهایت باعث تباهی بدنش می شود. یک شب وقتی خدا با قلبش صحبت کرد، او به اتاقش در خوابگاه رفت و در حضور خدا گریه کنان گفت: خدایا، به تو محتاجم. به پسرت عیسی ایمان می آورم. بیا و در قلبم ساکن شو. در آن لحظه معجزه ای رخ داد. او هیچ رعد و برق و یا نوشته ی عجیب و غریبی را روی دیوار ندید، بلکه شاه شاهان در قلبش سکنا گزیده برای غلبه بر سیگار پیروزی او گردید. آنچه که تکس با عزم راسخ انسانی نتوانسته بود انجام دهد، عیسی با قوت الهی در او به انجام رساند. او پیروزی را تجربه کرد. با وجود اینکه شیطان از طریق سیگار برای خود پایگاهی در وجود تکس بنا کرده بود، اما باز نتوانست در برابر خدا مقابله کند. الکلی‌هایی را دیدم که از طریق مسیح از اعتیادشان رهایی یافتند. افرادی را ملاقات کردم که با قوت عیسی بر شدیدترین نوع اعتیاد به مواد مخدر غالب آمدند. عیسی پیروزی را در برابر هر گونه عادت ناپسند، چه سطحی و چه ریشه دار، مهیا ساخته است. هر چقدر هم که غلبه بر عادتی برای ما غیر ممکن به نظر آید، برای خدا کار مشکلی نیست. او قادر است که بر تمام غیر ممکن ها فایق آید. عیسی گفت: نزد انسان این محال است، لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است. انجیل متی باب 19 آیه 26. چه عادتی است که شما را به مرحله شکست سوق می‌دهد؟ به عیسی بنگرید. او شما را بر هر عادت ناپسندی غالب خواهد ساخت. شادی یافته ام، شگفتی است در هر چیزی که میبینم، نه ابری در آسمان، نه تیرگی در قلبم، چون محبت مسیح را دارم. روز و شب با محبت خود در قلب من چشمه جاری کرده، چشمه آب حیات که می بخشد زندگی، زندگی پر از مهر مناجی. در اوج شادی و پیروزیم با روح پر جلالش، مملو از قوت الهی که بخشد توانایی در برابر هوس ها، هوس های زود گذر این دنیا. او چقدر عجیب است، کلمات قادر به بیان آن نیست. کار عظیم او بر صلیب جلجتا، رهانید مرا از بند گناه. امید من عیسی زنده است، چون اینک او از مردگان برخواسته، خواهم پرستید او را تا ابد در حضورش، به خاطر آن نجات عظیمش. در اوج شادی و پیروزیم با
عشقش مملو از محبت الهی که بخشد توانایی در برابر عوض ها عوض های زود گذره دنیا در اوج شادی و پیروزیم با روح پر جلالش مملو از محبت الهی که بخشد توانایی در برابر عوض ها عوض های زود گذره این دنیا که بخشد توانایی در برابر عوض ها عوض های زود گذره این دنیا. ساختار و الگوی فکری شما چگونه است؟ افکار شما میتونن علت طوفان‌ها و ناملایمات خارجی زندگی شما باشند. آیا وقت اون نیست که هر فکری رو به اطاعت مسیح اسیر سازید؟ دومین پیام برنامه امروز رو که در واقع 36مین قسمت از سری زندگی پیروزمندانه مسیحی است، از سمی تیپیت واعظ آمریکایی و با صدای همکارم حامی میشنویم. عنوان این پیغام چنین است: هر فکری را اسیر مسیح سازیم. هر فکری را اسیر مسیح سازیم. اکثر کشمکش‌های مردم در زندگی درونی هستند. نزاع‌های خارجی در نتیجه کشمکش‌های درونی است که در طول زندگی ایجاد شده‌اند. اگر ما واقعاً طالب پیروزی بر عادات ناپسند و عملکردهای اشتباه هستیم، باید افکار و احساسات خود را تغییر دهیم. پولس رسول به کلیسای قرنتس می‌نویسد: خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می‌افرازد، به زیر می‌افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می‌سازیم. رساله دوم قرنتیان باب 10 آیه 5. پولس در مورد نبرد روحانی صحبت می کند که هر ایماندار با آن روبرو می شود. او دریافته بود که بزرگترین نبرد در زندگی نبرد روحانی است و ذهن و فکر ایماندار نیز میدان جنگ است. کلام خدا می گوید هر شخص قبل از اینکه کاملا به مسیح ایمان آورد برده یا اسیر گناه است. به عبارت دیگر، تمامی نگرش و دید ما نسبت به زندگی بر چیزهایی بنا شدند که خلاف نقشه خدا در زندگی ما هستند. این افکار در طول ماه‌ها و حتی سال‌ها در ذهن ما نقش می‌بندد. ایمان آوردن به مسیح به این معنی نیست که ما دیگر با این گونه افکار نادرست سر و کار نخواهیم داشت، بلکه نشانگر این است که دیگر برده این افکار نمی‌باشیم. ما باید بیاموزیم تا هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر سازیم. من در خانه بزرگ شدم که منفی‌گرایی در آن حکم فرما بود. مادرم بسیار خردگیر و عیبجو بود. تفاوت ظریفی بین روح انتقاد و روح تحلیلگر وجود دارد. روح انتقاد شرایط را تجزیه و تحلیل کرده آن را محکوم می نماید. ولی روح تحلیلگر قادر است درست را از نادرست تمیز داده، شرایطی به وجود آورد که حقیقت و راستی اعمال گردد. در طول سالهای متمادی، روح تحلیلگری که خدا به من بخشیده بود تبدیل به روح انتقاد و خودمحور شده بود. اولین نظر من نسبت به هر کس یا هر نوع عمل کردی منفی و انتقادی بود. وقتی که مسیح وارد زندگیم شد، مرا از این روح انتقاد رهایی داد. من دیگر اسیر و برده این طرز فکر نبودم. این روح منفی گرایانه در عرض یک لحظه در قلبم ایجاد نشده بود، بلکه در طول زندگی در من شکل گرفته بود. بنابراین باید میاموختم تا این قلعه را آجر به آجر فرو بپاشم و هر روز هر فکر منفی را به اطاعت مسیح اسیر سازم. هر روز صبح که از خواب برمیخیزم، طبیعتاً فکرهای منفی به سراغم میآیند. پس از خدا میخواهم که تمام افکارم را اسیر خود سازد. از طریق دعا هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازم. از او می خواهم که مرا با افکاری پرسازد که او را خوشنود می نماید. هرچه بیشتر افکارم را تحت اختیار مسیح قرار می دهم، آن قلعه منفی گرایی در زندگیم سریع تر فرو می پاشد.
فروپاشیان قلعه نشانگر این نیست که دیگر در آن مورد وسوسه نمی‌شوم، ولی به این معنی است که شیطان دیگر در زندگیم پایگاهی ندارد. حال مطابق سرشت طبیعیم محکوم به داشتن شخصیت منفی نیستم، بلکه با امداد الهی می توانم شخصیتی مثبت داشته باشم. من در هر شرایطی خود را وقف مبارزه با این افکاری که خلاف اراده و طریق خداست کردم. ما قادریم بر طرز فکر نادرستمان غالب آییم. خدا به شما اسلحه روحانی بخشیده است تا قلعه شیطان را در زندگیتان فرو ریزید. از همین امروز شروع کنید که هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر سازید. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. کلام عیسی میگوید تو را ای گران بار نزد من بیا، هر کس که میآید آن را مییابد، آزاد میگردد ز اسارت، هر کس که میآید آن را مییابد، آزاد میگردد ز اسارت. عیسی غم خورد گوید تو را فدایت ساختم جانم را، دعوت او را که میخواند تو را ای گرانبار برگرد و بیا، حال دعوت او را که میخواند تو را ای گرانبار برگرد و بیا. صلیب عیسی می‌خواند تو را پیروزی می‌دهد بر گناه، منور می‌سازد چشم دلت را، نور و حیات می‌بخشد آنگاه، منور می سازد چشم دلت را، نور و حیات می بخشد آنگاه. عیسی غم خورد گوید تو را فدایت ساختم جانم را، که می خواند تو را ای گرا.
برگرد و بیا، حال دعوت او را که میخواند تو را، ای گرانبار برگرد و بیا. قیام عیسی می برد تو را به حضور پاک خدا، فارغ هر غمی به دور هر اشکی، سرور و شادی ابدی، فارغ هر غمی به دور هر اشکی، یادی و سرور ابدی. عیسی غم خورد گوید تو را، فدایت ساختم جانم را، او را که میخواند تو را، ای گرانبار برگرد و بیا، حال دعوت او را که میخواند تو را، ای گرانبار برگرد و بیا. اینجا رادیوی جهانی پارس است. شما می توانید برنامه‌های ما رو در وبسایت persianwordradio.com دنبال کنید.